درود ویژه دارم خدمت همه شما دوستان عزیزان سروران. ببینید هر لحظه در اوج این بحث های خیانت های اصلاح طلب و اخبار خوب هم داره میاد بالا و یه کولاکی میکنه محسن رضایی در جمع دانشجوها به مناسبت 16 آذر. اولا من در مورد 16 آذر بگم، من واقعا نفهمیدم، چون دیدم حسن عباسی هم یه سخنرانی کرد در مورد 16 آذر، من نفهمیدم دشمنی با شاه تو کجا میخواید ادامه بدید. به خدا به هزاران دلیل 16 آذر روز چیزی نیست، روز افتخارآمیزی برای ایران نیست، اتفاقا روز ننگه. من در مورد 16 آذر افشاگری گسترده ای کردم که 3 نفر از اون دانشجوام که کشته میشن داستانهای خودشونو دارن که 2 تاشون مال حزب تودن، بعدم اینا رفتن اسلحه سرباز بیچاره رو گرفتن، حتی بهشون گفتن اسلحه رو بدید، اسلحه داشتم، اسلحه ناموسه، اون یکی سرباز زد. تازه همون روزم هم بیچاره آقای زاهدی که فرماندار تهران بود اون موقع، اون سرباز بیچاره رو توبیخ کرد که نبرم میکرد، اما من تشویق میکردم سه تا دانشجو رو کشته. من یعنی 16 آذر من نفهمیدم چه روز افتخارآمیزیه برای مثلا مردم ایران، من اینو نفهمیدم، هیچ وقتم نخواهم فهمید تو این زمینه. شاید در حال این دشمنی صرف با محمد رضا، محمد رضا اشتباهات گسترده ای داره در جای خودش، حمله کنید به شاه. من خودم هم حملاتم تعصب، ببینید من اگه تعصب داشتم تعصبم رو زندان خودم داشتم که میمونم خارج، مثل بقیه میگفتم نه آقا آبم با جمهوری اسلامی تو یک جوی نخواهد رفت. من اومدم خارج، یه بازنگری به کلیت داستان کردم، خیلی جا گفتم حالا مسیرمونم زیاد درست نبوده، اشتباه بوده، حتی من از زندان جمهوری اسلامی هم تعریف کردم برعکس خیلی از زندانی هم. ولی 16 آذر واقعا روزی نیستش که باعث افتخار باشه. حالا کاری نداره، آقای محسن رضایی در جمع دانشجوها به مناسبت 16 آذر رفته و سخنرانی کرده و کولاک کرده، دمت گرم. من سخنرانی رو بگم، گفته از دل ایران میشه 15 تا کشور، از دل منطقه میشه 15 تا ایران دیگه در آورد. اینا ایشون میگه که دانشمند چند پاراگراف صحبت های آقای این برنامه خیلی مهمه. ببینید اینا بحثه راهبردی که ما میگیم جمهوری اسلامی فهمیده که جنگ تمدنیه و فهمیده باید به سمت ایران بزرگ بره. حالا ما خیلی چیزا رو نمیخوایم بگیم، ولی مشاوره های گسترده ما از طریق همین برنامه ها، حالا جلوی صحنه، پشت صحنه، در سطوح بالا ما داریم میدیم و خیلی از اینا فهمیدن. آقا ابتدای انقلاب هم دیگه زیاد شورش رو در آوردن، اسلام کردن، جنگ تمدنیه، کدوم حالا اون اسلامی که آنچنان ما شیعه شدیم که ایرانی بمونیم. و الان هم میبینی دنیا با اسلام مشکل نداره، که با ایران مشکل داره، با شیعه مشکل نداره، مگه نه فرقه شیرازیه رو اینقدر پروبال داره، با شیعه این مشکل داره که خروجیش میگه ایران، با شیعه خامنه ای مشکل داره، با شیعه شیرازیه که مشکلی نداره. بابا دعوا سر استقلال ایرانه، بحث تمدن ایرانه. و محسن رضایی در این سخنرانی ببینید خیلی قشنگ قضیه رو فهمیده، خیلی قشنگ توضیح میده، میگه دانشجویان به استناد تاریخی مراجعه کنن، به اسناد استناد میگم، به اسناد تاریخی مراجعه کنن و ببینن که چرا نمیگذاشن ایران از زاگرس عبور کنند، چرا از اتصال اقتصاد ایران به دریای عمان و هند نگران بودن، آن روز از پیشرفت ایران میترسیدن و امروز هم دنبال مسئله هسته‌ای. پیشرفت ایران نه اسلام، اینا مسئله. ببینید من هیچ مشکلی با دین و مذهب الان دیگه ندارم، یه زمان داشتم، امروز باورم بفرمایید به خدای ایران قسم من یه آدم صادقیم، هیچ مشکلی ندارم، ولی حقیقت میدانی اینه مشکل با ایرانه. خب خوشبختانه میبینیم در سطوح بالای نظام هر روز دارن میفهمن. جوانایی که رفتید دنبال براندازی، بابا ما تای برانداز بودیم، وقتی که فهمیدیم دشمنی با خود ایرانه ترمزمون رو گرفتیم، ترمز دستی رو کشیدم، مثل یه جاده میمونه تا داری با سرعت گاز میدی میری، میمونم آقا تو این جاده داری اشتباه میری، مسیر داری دور میشی، همون دقیقه ترمز دستی رو میکشی بر میگردی. ما همین کار کردیم، خیلی میگن ما امیددانا رو نمیفهمیم چی کارت کنم، این همین به همین سادگیه. من با سرعت تو مسیر براندازی همینجوری داشتم دنده میکردم، گرفتیدم ای بابا این مسیر که اشتباهه، ترمز زدم برگشتم. حالا تو اگه اینو نمیفهمی که دیگه به خود مربوطه. بعضیا میگن نه مرغ یه پا داره، اگه این مسیر اشتباهم هست تا آخر باید بریم. خب برو، من یه همچی آدمی، من این نوع نظم فکری رو نمیفهمم. نظم فکری من مدل دیگه ایه، مدلیه که اگه مسیر اشتباه میری ترمز کن، دور برگردون، برگرد، تموم شده. میگه ایران باید بتواند در سالهای آینده آنقدر پیشرفت کند که در روز 1 میلیون بشکه نفت وارد کنیم، نه صادر کنیم. خیلی نکته مهمیه، ببین چه چشم اندازی این آدم داره.
انقدر اقتصاد ما باید قوی شود که نه تنها نیازی به فروش نفت و گاز نداشته باشیم، بلکه تمام منابع را خودمان مصرف کنیم. و تازه نیاز به واردات نفت و گاز هم شاهکاره. نوع تفکر نگاه کن، نظم فکری رو داشته باش. لذت بردم خیلی حرفتو الان، هیچ کسی نه، اینو خودم اعتراف کنم، یاد گرفتم. ما نباید نفت بفروشیم، ما باید نفت وارد کنیم، باید به اینجا برسیم. ببین آدم چیز یاد میگیره. ببین ما یه سری سرنخا به یه سری ها دادیم، مسیر میدیم جلو، بعد برخی از این مخاطبامون یا برخی از کسایی که بهشون مشاوره میدیم به خلال در سطوح خیلی مختلف اینا، ما سرنخا رو دادیم، بعد اینا میرن کار میکنن رو اون سرنخا، چیزهایی رو مطرح میکنن که دیگه ما جلو میزنن، ما یاد میگیریم. یعنی بعد وقتی مخاطبای من یه چیزایی میگم وایس من بعد من نظر منو میخواد، میگم من اینجا که نمیتونم نظر بدم، تو چیزی که داری میگی بالاتر از دانش من بود، من دارم یاد میگیرم. سرنخه رو امید دانا گفتم اون قطعه کوچیکیه که جای درست قرار گرفته، چرخدنده‌های بزرگتر دارن حرکت میکنن. حالا در سطح محسن رضایی ببین چه شاهکار داره صحبت میکنه، میگه نفت وارد کنین. اصلا باور نکردنیه یه همچین حرفی. یعنی الان کسی رو ندیده بودم بگه ما باید نفت وارد کنیم، واقعا اینجا یه دست برای محسن رضایی داره. این لذت بردم از این حرفش. اصلا کلی تمام این اجزای، چون من یه تو درونم یه بحثای ناسیونالیستی و وطن پرستی و شدیدن داستانای خودم رو دارم، نجات پرستم هستم تا جون هر کی که نیست در بیاد. کلا تمام این سلولهای نجات پرستی من همینجوری برای خودشون دارن یه ارکستری تو وجودم میزنن. نفت وارد کنیم، خیلی حال کردم. میگه غربی ها نگران این هستن که انرژی منطقه در خود منطقه مصرف شود. اگر این اتفاق رخ دهد قیمت کالاها در اروپا چند برابر. ببین شاهکار. غربی ها نگران این هستن که انرژی منطقه در خود منطقه. به خدای ایران قسم، منی که انقدر کار کردم دیگه مغزم به اینجا نرسیده بود. یعنی محسن رضایی قشنگ چارت آس رو کرد، مارم گذاشت تو جیبش تو اینجا. اگر این اتفاق رخ دهد قیمت کالاها در اروپا چند برابر میشود. نگرانی دوم آنها 15 کشوری است که در همسایگی ما قرار دارند. آنها از تشکیل ایران بزرگ ولو از لحاظ اقتصادی میترسند. خدای من، نمیگه از اسلام ناب محمدی میترسند، میگه از ایران بزرگ. یعنی کیا دارن میگن؟ کسانی که مشکل داشتن با دروازه های تمدن محمد رضا شاه پهلوی، صد تا محمد رضا شاه پهلوی رو گره زدن، خودش رفتن جلو. میگه اونا از این 15 تا کشوری که همسایه ما هستن که ما تشکیل ایران بزرگ بدیم میترسن، ولی ایران بزرگ اقتصادی. اگر صنعت کشاورزی ایران توسعه پیدا کند و ایران به کشور بزرگی تبدیل شود، تجارت و صنعت و امنیت کشور همسایه به امنیت ایران گره میخورد. یعنی کشور همسایه امنیتش ما گره میخوره و ایران بزرگ شکل میگیرد. و اگر کسی بخواهد به کشورهای منطقه سرکشی کند، اول باید به ایران بیاید و با ایران حرف بزند. غربی ها از این موضوع میدونن. بابا خدایا شکر، بالاخره 4 نفر تو رأس نظام دیگه فهمیدن دقیق باید چی بگن. خدا رو واقعا اینا اتفاقات بزرگیه. این مدل صحبت کردن، ببینید دوستان، یه پدیده خیلی بزرگیه این اتفاق. خب غربیان نگران این هستند که انرژی منطقه در خود منطقه مصرف شود. اگر این اتفاق رخ دهد قیمت کالاها در اروپا چند برابر می شود. اینو گفتم. بله همینجاست. نگرانی دوم آنها 15 کشور است که اینم گفتم. بله. میگه مسئله هسته‌ای برای ما در اقتصاد مهمتر است تا بمب اتم. دقیق درست میگه. مسئله خود مسئله هسته‌ای مهمتر از بمب اتمه. تو مسئله هسته‌ای خیلی از لحاظ انرژی ما رو جلو میندازه. دیدید دیگه صحبت‌های مکرون رو دیدید دیگه. گفت آقا مسئله هسته‌ای، استقلال هسته‌ای باعث استقلال راهبردی فرانسه میشه. میگه غربی‌ها نگران هستن که مسئله دانش و فناوری هسته‌ای هم در خود صنایع هسته‌ای و هم در سایه در صنایع در سایر صنایع وارد شود و آنجا را هم آباد کند. دقیقاً از دانش و فناوری هسته‌ای ایران میترسن. و جهش صنعتی و تولیدی ایجاد شود. ترس غرب فراتر از بمب اتم است. اگر ایران بزرگ در شمال خلیج فارس و دریای عمان به وجود بیاید، 15 کشور به ایران وصل می شود و اگر ایران بزرگ شکل بگیرد در سیاست دنیا دخالت می کند. یعنی محسن رضایی تو چند دوره انتخابات های 12-13 سال پیش که سن من پایین، به خدا تو اگه این حرف رو زده بودی من کف خیابون خونم رو پاره می کردم که تو رئیس جمهور شی.
اون موقع اینا از این حرفا نمیزدن، همه نگران انقلاب و اسلام بودن. حرفاشونو الان گوش کن، آخه حرف اپوزیسیون اینا رو هم گوش کنید. یعنی جمهوری اسلامی سرانش تو این حوزه هر لحظه دارن پیشرفت میکنن، مخالفین اینا تازه پارینا نیستاشون دستت اون حجت کلاشینه، هر روز دارن عقب افتاده تر میشن. یعنی من نمیدونم الان ما اینجا این صحبت هایی که محسن رضایی میکنه اینو باید بهش بگیم دکترین ایران شهری، یا یه مش عقب افتاده ای که دنبال اسرائیل و آمریکا به اونا بگیم ایران شهری، یکی تکلیف منو روشن کنه. میگه در سیاست دنیا دخواه احمد میگه که از و اگه ایران بزرگ شکل بگیرد در سیاست دنیا دخالت میکند و وظیفه ما این است که مجد و عظمت و شکوه ایران بزرگ را دوباره به دست بیاوریم و ما میتوانیم این کار را بکنیم. ببین میگه عظمت و شکوه ایران بزرگ را دوباره، و آقا اینا رو محسن رضایی گفته، سرمو بکوبم به دیوار از خوشحالی. این دفعه از خوشحالی میگه عظمت و شکوه ایران بزرگ را دوباره به دست بیاوریم و ما میتوانیم این کار را بکنیم. دنبال ایران بزرگه. خدای من یه آبی به سر صورتم بزنم، دمای هوا رفت بالا اینجا. میگه اقتدار علمی نقش بزرگی در تبدیل ایران به ایران بزرگ دارد. اقتدار علمی نقش بزرگی در تبدیل ایران به ایران بزرگ دارد. برو خدا اگه کسی هنوز دم از ملی‌گرایی میزنه آدم بشه. بعد الان پشت این صحبت رو وایسه. میگه هرچه در فناوری پیشرفت کنیم به سوی ایران بزرگ حرکت خواهیم کرد. توف به رود بیاد رضا دیبا. خیر سر تو بعد این حرفا رو میزدی ما حال میکردی. محسن رضایی داره با اون ریش و پشم و با اون نگاهی مذهبیش میکنه. منی که مثلا مذهب فرارم و فلانم و داستانای خودم دارم الان من رو پشت محسن رضایی. خاک بر سرت رضا دیبا. این حرفا از دهن تو بعد در میومد. بعد میگن چرا امید مثلا ضد رضا پهلوی شده. اصلا این بچه رضا پهلوی یه بار تونسته از این حرفا حتی اداشو در بیاره؟ محسن رضایی داره تزشو میده. تازه ماهایی که ادعای ایران شهری داریم الان اون داره به ما تز میده تازه. ما الان دنبال رو شدیم. اقتدار علمی نقش بزرگی در تبدیل ایران به ایران بزرگ دارد. هرچه در فناوری پیشرفت کنیم به سوی ایران بزرگ حرکت خواهیم کرد و اگر جلوی این کار را بگیرن ما کنتر حرکت خواهیم کرد. دعوای امروز ما با غرب بر سر اقتصاد و علم و پیشرفت ایران است. تمام بر سر اقتصاد، علم و پیشرفت ایران، نه دین و مذهب. بفهمن همه تو رو خدا، از مخالفین جمهوری اسلامی تا موافقین جمهوری اسلامی بفهمید دعوا اصلا سر اسلام نیست. ای خدا کی میخوان بفهمن؟ یعنی دو طرف منو هرس میدن. این مخالفین نظام هم میگن جمهوری اسلامی داره دنبال اسلام میگن. میگم احمق، جمهوری اسلامی داره منافع ملی رو تامین میکنه. از اونورم خرمذهبی ها آقا اسلام فلان. بابا جان تو رو خدا بفهم دیگه، فرمانده سپاه بوده این محسن رضایی، به خدا داره دقیق صحبت میکنه دیگه. از این نقطه زنی تر آخه خیلی نقطه زنی کرد، لعنتی خیلی نقطه زنی، هیچی برای من نذاش. بابا نقطه زنی کرده دیگه، داره میگه دعوای غرب با ما سر اقتصاد، علم و پیشرفت ایرانه. تمام کی میخوان بفهمن؟ خیلی ها میگه نگرانی غربی و حقوق بشر و آزادی خواهی در ایران نیست. ای خدای من اگر اینطور نیست پس چرا با عربستان کاری ندارن؟ ای خدا من عاشق محسن رضایی شدم. میگه کشور، یعنی همه واژگانش، ببین درس ها، همه واژگانش دقیق، اصلا عجیبه اینقدر دقیق داره صحبت میکنه. میگه کشوری که با بدترین وضعیت تاریخی زندگی میکنه و بدترین حکومت تاریخ روی کار هست و یک خبرنگار را در ترکیه قتل میکنه، چرا صدای غربیان نسبت به آزادی و حقوق بشر در عربستان در نمیاد اما نسبت به هسته‌ای ما صدای آنها بلند میشود؟ مسئله آنها این است که چه کسی برای آنها نفع دارد و چه کسی ضرر دارد. عربستان چون برای آن، اینم بگم بحث نفع و ضرر یه بحثه، بحث اینه که کی نوکرشونه کی نیست. این خیلی مهم. ایران ماهیتش نوکر نیست. ایران همیشه میگن تمام مسئله میگه واسماست. ایران تمدن، ایران اورجیناله. ما نمیایم برای کشوری فکر نوکری کنیم مثل آمریکا و استرالیا و کانادا. حتی کشورهای اروپایی که یک اصالتی دارن، اصالت 7-8 قرنه دارن. بجز رومشون و بجز بحث روم و یعنی هم بحث ایتالیا، بقیهشون اصالتشون 7-8 قرنه است. انگلیس که باشه تو 2000 سال پیش نبوده که، انگلیس یک تمدن 8-9 قرنه است. من ایرانی هاشه تمدن 20,000 ساله پشت سرمه، من که نمیتونم بیام نوکری شما رو کنم. میگه چرا صدای غربیان نسبت به آزادی و حقوق بشر در اصلا در نمیان اما نسبت به هسته‌ای ما صدای آنها بلند میشود؟ مسئله آنها این است که چه کسی برای آنها نفع دارد و چه کسی ضرر دارد.
عربستان چون برای آنها نفت دارد، حتی اگر آزادی و دموکراسی هم نداشته باشد کاری با آن ندارم. اما با ایران ولو اینکه دموکراسی و حقوق بشر هم داشته باشن مخالف هستن. یعنی میگه حتی ما دموکراسی اینا هم قبول کنیم، حقوق بشر اینا هم قبول کنیم، با ما باز مشکل دارن. آقا یکی بزنه تو سر این زیبا کلام و اینا که خودشون رو روشن فکر نه. روشن فکر شماهایی، حتی روشن فکر در ماهیتش بار منفی داره، ولی شماها میفهمید در امور مسائل سیاسی اینا. یا محسن رضایی، لعنتی محسن رضایی یک پارچه واژه به واژه خیلی کم پیش میاد کسی سخنرانی کنه، یعنی تو حتی کلمه به کلمش بدونی رو حساب کتابه. آدم وقتی سخنرانی میکنه یه سری واژه‌ها رو میاره، یه سری نطق‌ها رو میکنه که مثلا بخواد بچسبونه حرفشو برجا. تمام صحبتاش قشنگ منطق خالص بود و این خیلی مسئله بزرگیه. در رأس نظام دارن میگن ایران بزرگ رو باید تشکیل بدیم. وقتی که من میگفتم ایران بزرگ خیلی ها مسخرم میکنن، یادتونه؟ من چند ساله میگم ایران بزرگ، شعارم چی بود؟ ایران بزرگ آرمان بزرگ میخواهد. اینه که ای گفتم، امروز گفتم، دیروز گفتم، از سال 2011 که به هر شکلی بالاخره وارد بحثای رسانه‌ای شدم اینو گفتم، از سال 2014 که برنامه رو دست آغاز کردم بلندتر گفتم، امروز این بحث آرمان خواهی ایران بزرگ از زبان محسن رضایی داره در میاد. اینجا هستش که هر کسی که من به مسئله دینی مذهبی برای من مهم نیست، من فقط ایران، هر کسی که ایران براش مهمه باید پشت محسن رضایی و پشت این تفکر و پشت خامنه ای و سپاه وایسه. تموم شد؟ نه تمامه. این شانس تاریخی ماست. ولی در حد حرف دارن سران این نظام بعضیاشون میزنن، حتی در حد حرف. اگه تاریخ ایران بدونی که چه بلاهایی سر ما تو 1400 سال گذشته به ویژه آوردن در دوران محمد رضا، این حرفات در مخیله خیلی از رجال شاه نمی گنجید، امروز شما اطرافیان خامنه ای چه حرفایی دارن میزنن. میگم حتی این حرفا در قالب حرف باشه و صرفا حرف باشه، هیچ عملی پشتش نباشه، صرفا برای این حرف باید خون بدیم، چه برسه به این که به مرحله عمل بخواد برسه. شما باید وقتی یه کار بزرگ میکنی اول حرف باشه بزنید. سال 2011 که من میگفتم ایران بزرگ آرمان بزرگ میخواهد، حتی دوستان هم مسخره میکردن، امروز از زبان محسن رضایی و و و و داره در میاد. امروز دیگه کسی مسخره نمیکنه، امروز حداقل تعامل میکنن بهش، جدی بهش فکر میکنن، جدی تر فکر میکنن حداقل. این اتفاق اتفاق بزرگیه. قربونتون برم، این بخش برنامه رو میبندم. دمت گرم آقای محسن رضایی. منه که به حالا بعد وقت خیلی ها رو چیز میکنیم، میگیم که مثلا تو این مساجد اینا یارو مدعی میکنه این بچه مذهبی ها رو به ارگاسم مذهبی میرسونه، تو با این صحبتات منو به ارگاسم در حقیقت میهن پرستی اینا و اون بحثای آرمان خواهی ایران بزرگ رسوندی. دمت گرم، من کلی با این حرفات حال کردم و امیدوارم که زنده باشی و این حرفا رو خودش ببری جلو. البته دلخوش نباش اینجا دفاع کردم، چون در جای دیگه در مورد انتخابات 92 چند تا نقد دارم به شما که اونجا خواهم کرد توی برنامه دیگه، ولی در این مورد شاهکار بودی. دمت گرم، بدرود، زنده باشین. همه شما عزیزان رو به اهورامزده ایران میسپارم. پاینده ایران.